تهیه نخستین نقشه از ساختار درونی مریخ. کاوشگر اینسایت که در سیاره مریخ حضور دارد، برای نخستین بار توانسته است نقشه جامع از ساختار درونی این سیاره تهیه کند. این کاوشگر از زمان حضور در مریخ حدود 733 مریخ لرزه را ثبت کرده و با استفاده از اطلاعات 35 مریخ لرزه نقشه ای از پوسته، گوشته و هسته این سیاره تهیه کرده است. این نخستین بار است که اطلاعات مربوط به زلزله برای پی بردن به ساختار درونی سیاره غیر از زمین مورد استفاده قرار می گیرد. دانشمندان اعلام کردند که در اختیار داشتن نقشه ای از ساختار درونی مریخ گامی مهم برای پی بردن به نحوه تکامل سیارات صخره‌ای در منظومه شمسی است. اعلام آمادگی شرکت بایو انتک برای ساخت واکسن مالاریا. شرکت بایو انتک که از شرکت‌های پیشگام در ساخت واکسن کرونا در جهان است، تصمیم دارد واکسنی برای مقابله با بیماری مالاریا توسعه دهد. این شرکت آلمانی برای ساخت واکسن مالاریا از تکنولوژی mRNA که در ساخت واکسن‌های کووید 19 بهره برده استفاده می‌کند و امیدوار است در سال آینده میلادی آزمایش‌های انسانی این واکسن را آغاز کند. ساخت ابزاری جدید برای انجام جراحی لاپاروسکوپی. دانشمندان هلندی با الهام از نحوه تخمگذاری زنبورهای انگلی ابزاری جدید برای انجام جراحی لاپاروسکوپی طراحی کردند. این نوع جراحی با استفاده از یک دوربین و بارش‌های کوچک در ناحیه شکم یا لگن انجام می‌شود. در حال حاضر ابزارهایی که در جراحی لاپاروسکوپی به کار می‌روند از مکش برای بیرون آوردن بافت‌های مانند سلول‌های سرطانی استفاده می‌کنند. اتفاقی که احتمال گرفتگی این ابزارها هنگام مکش را افزایش می‌دهد. ابزار جدید که از نحوه تخمگذاری زنبورهای انگل در بدن سایر جانداران الهام گرفته، از استکاک و سایش برای بیرون آوردن بافت استفاده می‌کند که علاوه بر کاهش قابل توجه احتمال گرفتگی ابزار، امکان دسترسی جراح به نقاط بیشتر در بدن را فراهم می‌کند. روشی جدید برای درمان بیماری گلیوبلاستوما. دانشمندان روشی جدید برای درمان بیماری گلیوبلاستوما یافتند. این بیماری که اغلب باعث مرگ فرد بیمار می‌شود، نوعی تومور بدخیم است که در مغز یا نخاع رشد می‌کند و درمان آن بسیار دشوار است. دانشمندان در روش جدید خود از یک میدان مغناطیسی نوسانی برای کوچک کردن این تومور در بدن یک فرد 53 سال استفاده کردند. نتایج آزمایش‌های اولیه و کوتاه مدت این روش درمانی نشان داده است که یک میدان مغناطیسی که با استفاده از کلاه ایمنی به بیمار منتقل شده، اندازه تومور بدخیم این فرد را 31% کوچکتر کرده است. این تکنولوژی با شناسایی ترکیبات مربوط به سلول‌های تومور و بدون آسیب رساندن به سلول‌های سالم، منبع انرژی شیمیایی در سلول‌های سرطانی را مختل می‌کند که در نهایت باعث از بین رفتن آنها می‌شود. تأثیر درخت بر رشد و توسعه مغزی کودکان. تحقیقی بلند مدت از حدود 3600 دانش آموز بریتانیایی 9 تا 15 ساله نشان می‌دهد کودکانی که زمان بیشتری را نزدیک جنگل و کنار درختان سپری می‌کنند در دوره نوجوانی و جوانی از سلامت ذهنی بهتری برخوردار می‌شوند. محققان این تحقیق اعلام کردند سایر اجزای طبیعت مانند مراتع، دریاچه‌ها و رودخانه‌ها تأثیر مشابهی مانند درختان روی سلامت ذهنی کودکان ندارند. هنوز دلایل تأثیرات مثبت فضای سبز به خصوص درختان بر سلامت ذهن مشخص نیست. اما پیش از این برخی مطالعات از وجود ارتباط میان قرار گرفتن در طبیعت و بروز تغییرات ساختاری در مغز مانند افزایش سلول‌های سفید و خاکستری این عضو بدن خبر داده بودند.